ویدیو که دیدید در اصل ما یه همچین کاری با لینک کردیم خب و گفتم که علامت سوال یا حالا بعضی موقع یه جا هستش اند به کار میره به جای این علامت سوال اند به کار میره و خب اینا همشون اسوسییتیو اری هستن. در اصل الان من روی پیج دو گفتم اینجا یه لینکی ساختم که منو میبره پیج دو. خب میره روی پیج دو، من اینجا یه تگ پری ساختم که به من نشون بده که متد get چیکار میکنه. متد get چی هست؟ متد get متدی هستش که به شما توضیح دادم قبلا، از طریق لینک شما میتونید از کاربرتون میتونه از سرور اطلاعات بگیره یا مثلا درخواست بده به سرور شما. دو درخواست داریم، یکی get یکی post. خب این درخواست get، این وریبل get هست و این خب توسط PHP تعریف شده است. یادتون میاد من بهتون گفتم که وریبلتون رو یادتون باشه که شروع نکنید با underscore یا double underscore اینجوری یا سه تا، چون اینا معلوم نمیشه چیه و این خب بعضی از وریبل ها هستش توسط PHP قراردادی هستش اینجا. خب من اگر این رو سیو بکنم اینجا، print r چی بود؟ print r در اصل نشون میده که get متد get در اصل وریبل get چی هستش. برمیگردم روی گوگل کروم، صفحه رو ریفرش میکنیم. اگر صفحه رو ریفرش نکنید پیج قدیمی میاد بالا. روی فرست پیج هستیم اگر بالا رو نگاه کنید. سکند پیج رو اگر بزنم میبینید که در اصل underscore get که ما اینجا داشتیم اینجا در اصل وریبل هستش. نگاه اری اسوسییتیو اری هستش، ببخشید. نگاه بکنید اسوسییتیو اری اینجوری نمایش داده میشد. حالا نگاه بکنید این آی دی، علامت سوال آی دی ایکوالز 2 رو داریم که آی دی رو گذاشته روی 2. خب الان اگر من اینجا برگردم روی پیج 1 در اصل آی دی رو بذارم روی 5، سیو بکنم اینجا، برگردم روی گوگل کروم، برگردم اینجا ریفرش بزنم، برم روی سکند پیج، میبینید آی دی شده 5. و بعد الان اینجا من در اصل ما توی HTML یه دونه اند ساین هم داریم. شیفت رو بگیرید در اصل 7 رو بزنید، اند ساین هم میده به شما. مثلا من بگم نیم ایکوز امیر، خب و الان اینتر رو بزنم میبینید که اسوسییتیو اری هستش که نیم رو میذاره امیر در اصل اینجا. پس این متد گت هستش که شما خیلی میتونه به شما کمک بکنه که این کار رو انجام بدید. کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه که من یه کدی رو داخل یه تگ بیرون از پری نوشتم، چون پری الاس میندازه جلوتر. میام این کد رو از داخل کامنت در میارم بیرون، میگم آیدی رو مساوی بذار با get در اصل وریبل getی که ما داریم و بعد آیدی بذار و بعد آیدی رو اینجا اکو بکن برای من. الان اگر نگاه بکنید اینجا ما سیو بزنیم اینجا، برگردیم روی گوگل کروم، برگردیم به اولین صفحه، ریفرش کنید صفحه رو و بعد برید روی ریفرش نگاه بکنید، در اصل 5 رو نشون میده به شما. البته این کدای چیز بالا بود، بذارید من اینو بزنم روی کامنت و بعد سیو بکنم. الان اینو ریفرش بزنم، میبینید که 5 رو نشون میده و اینجا آیدی شده 5. در اصل 5 رو اینجا به ما نشون میده که get چی رو داره میگیره. عدد 5 رو داره از روی آیدی که اینجا داریم ما میگیره. این چی هست؟ این خیلی مهمه. این در اصل اینجا به صفحه شما یه آیدی داره میده، به کل این صفحه فرست پیج شما یه PHP ID داره میده که بعدها میتونید ID رو در اصل استفاده بکنید توی صفحه دوم که مثلا نشون بده که شما رو ببره توی کدوم صفحه. حالا بیشتر با این در مورد این کار میکنیم که شما بیشتر تو مغزتون جا بیفته.